مشتاقیم به اطلاع بینندگان عزیز تلویزیون پارس برسانیم که آنجلو طالبی و تیم بیورلی هیلز فاینانشال پلنرز هر سه‌شنبه از ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس علاوه بر تحلیل اوضاع اقتصادی آمریکا و جهان و راهکارهایی برای بهداشت مالی و خوشحالی بیشتر در خدمت شما عزیزان خواهند بود. درود بر بینندگان عزیز تلویزیون پارس، امیدوارم که حالتون خوب و خوش باشه. من آنجلو طالبی، برنامه روی خط پول رو تقدیم حضورتون میکنیم طبق روال همیشگی که سه شنبه هاست 6 تا 7 بعد از ظهر، و در اینجا آقای احسان عسکری هم هستن که معرف حضورتون هستن دیگه. من احتیاج به معرفی احسان ندارم، همه دیگه میشناسینش و دیدین چگونه صحبت و تجزیه تحلیل میکنه. بزن جان تو هم بخواهید سلام علیک بکنم. باز ممنونم، منم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز تلویزیون پارس. ممنونم از اینکه با ما همراه هستید با برنامه دیگر از طرف بیورلی هیلز فاینانشال پلنرز. تشکر از آقای اسی و تمام شما که گوش سپار برنامه ما هستید. در خدمتتون هستم جناب طالبی، شما صحبتتون رو ارائه بدید و منم مطالبی رو آماده کردم که در خدمت طبق روال همیشگی مقدار مونولوگ انجام میدیم و بعدش هم داشتم همیشه میکنم عکس پشت شما که دیگریتون و آقای ریگن که مطمئنن این اقتصاد آمریکا زمان 1980 که 1000 هم نشده بود شد 33000، مطمئنن یکی از پایه‌گذارانشون 8 سالی بود که پرزیدنت ترامپ بودن، بعد پرزیدنت ریگن بودن روحشون شاد، پرزیدنت ترامپ همینطور بودنشون هم خیلی کارا کردن. و برجد این برنامه ما دوستانی که اولین بار شاید ما رو میبینید، ما یه فاینانشال پلانینگ فرم هستیم، رجیسترد اینوستمنت ادوایزر، مشاور مجاز امور مالی. مجاز این دولت باید به شما اجازه بده که مشاور امور مالی باشین، بهش میگن رجیسترد اینوستمنت ادوایزر، اون رجیستری هم و من خودم سرتیفاید فاینانشال پلانر رو خلاصه چلورا می 5980 تا در خدمت شدم. با یه دوستی سوال میکردم که اون من با هم دیگه همون می 5980 تو کنزاس سیتی بودیم، امروز باشم صبح باش سوال میکردم، چند تا خاطره گفت بسیار جالب بود و چقدر تحول ما دیدیم از اون 1980 تا به حال. من یادم این پرینت اوت ایلوستریشن یکی از من خودم مداد اینا داشتم با پارکون، خودم خیلی محاسباتی میکنم آنش رو کلک میکنه همه محاسبات انجام میده. البته من هنوز دوستم بعضی چیزها رو خودم با دست انجام بدم که یادم بمونه. کار ما در آفیس ما اینه که اشخاصی که معمولا توی سنهای 50-60-70 هستن کار میکنیم، تا 75 کار میکنیم، 75-85 هم تحت یک شرایط به خصوصی هست که کار میکنیم و توی این age bracket، توی این سنها اگه شما هستین 50-60-70 این 50-60-70 سالگی و 80 سالگی در خدمت هستین، حتی جمعتر هم اگه هستین البته خیلی کارا میتونین انجام بدین. اگه فرزند برای هر age bracket یا هر چی سنتون هنی شما مالیات زیاد میدین، راهی هست که مالیات کمتر بدین. اگه شما بازنشستگی تو مثلا الان آیرا دارین، 401k دارین، اینا که مطمئن نیستین چه اتفاقی خواهد شد، ما میتونیم برنامه‌ریزی کنیم که حتما خواهد شد. یعنی شما الان تو آمریکا از طریق مهندسی مالی کارهایی میتونیم بکنین که شما مطمئن میشین که حتما یک درآمدی خواهد آمد و مطمئنن تا آخر اون درآمد خواهد داد. بس همه بهتر چیزی جدیدن تو آمریکا اومده به خاطر هلت کیر کاست، یعنی خرج سلامتی، بعد مالیات و تورم. این ستا رو هم بذارین، درامت هایی که بالا نمیره این درامت ها آدم ها رو غمگین میکنه. از اگه شما 5000 دلار دارین میگیرین، این 5000 دلار به 7000 دلار نرسه، بعد یه مدت شما میگه همه چی داره میره بالا، پول هم مثلا 50 دلار رفته بالا. این بهش میگن درامت های افزایشی که احسان امروز یه مثال داره برای شون. حالا من این قسمت رو به احسان میگم که اگه دوستایی مقدار سریع بازارم بگید چه خبر شد امروز، اگه آماده یه داری. بله یک لحظه فقط من این رو براتون پیدا کنم و این صفحه رو با شما شیر کنم. فقط از ایمان جان میخوام که به من این آپشن رو بده برای شیر کردن سکرین که بتونم سکرینم رو با شما شیر بکنم و براتون پروواید بکنیم آپدیتی که در مرتبط با بازاره.
ولی به طور کل امروز بازار سهام منفی رو به پایین بود. دلیل اصلیش به نظر من این بودش که فدکس درآمدش که یکی از کمپانی‌های قولاسای انتقال هستش و شیپینگ و اینا، درآمدش شکل قابل توجهی پایین بود و 3% سهم فدکس منفی رو پایین شد. به نظر من تأثیری گذاشت روی کل اقتصاد و افزایش نگرانی از خرج کردن یا داد و ستد میان مردم. ولی جناب طالبی اگه میخواین شما خودتون همیشه میگید این اعداد ارقام شما میبینید دیگه. بله بله. علی شما این برگردیم اون که اون خودش تکی تکی میگه وقتی میگه شما سی ام بی سی که اون همه رو نوشته یا اون دیگه مالا کرده اون چه. اوکی. همینجوری که البته شما بعد از این همه مدت بالا رفتنی که تو 6 هفته متوالی بالا رفت انتظار باید داشته باشین یه مقدار نفس تازه بخواد بگیره. احسان یافی یه نکته جالبی گفت، چیزی که بهش بگن تریلیون کمپانی های تریلیاردری، یعنی تریلیون کلاب که مایکروسافت 2.5 تریلیونه. 5 تا کمپانی تو آمریکا تو 5 هفته اخیر 2 تریلیون دلار رفتن بالا تو 5 هفته 2 تریلیون. و همین شما S&P 500 میبینین تمام 28% فقط 5 تا کمپانی هست، یعنی 5 تا کمپانی بزرگی همه هم شما اسمال شنیدین میبینین. و این درجه همونزی مقدار پایین اومد و بعد کمپانی کوچیک که مثل راسل 2000 که همون میبینین، نزدک، S&P 500، داو جونز کراس دی بورد اومدن پایین و یه ذره والتیلیتی یا وکسی که اون آخر میبینین یه ذره والتیلیتی هم کمتر شدن، نوسان ها کمتر شدن. امسال سال فرصت اپورچونیتی من نظرم، ولی سال دارم میگم هر کی گوش کرد مطمئنم خیلی خوشحالن با توجه به این که آه این شما الان باید بریم اونجا رفتی توی آکه الان بس بقیه بازار هم بله بگم چی یعنی چی دیگه اومد اینجا الان ایمیل من یه رفت اومد بیرون. اوکی. بعد برجت این در درجه بعد بیدیم تو اوراق عرضه بسیار مهم. من اوراق عرضه میبینیم که یه مقدار در سال ها اومدن پایین تر به 380 رسیده بودن و این هاوزینگ یه مقدار یعنی شما روی الستیت با بالا رفتن بهره ها یه مقدار داره میبینیم که دلار صافتر میشه. اونطور نیست همینطوری بدن بالا مثل قدیم، اینطوری نخواهد بود. ما با اندازه ببینید 10 سال سوایش 73% کمتر از تورم. الان تورم باعث شده سی دی بانز اینا همه قدرت واقعیشون منفیه، چون اگه تو 10 سال 7% میده تورم 9%. خب خیلی پول میبازن اشخاصی که اینا و همین بعد برن تو مارکت، چون ریسک بهتر ریسک بگیرن و یه بالاتر ببینن تا ترژری که برای 10 سال 3.7%. طلا رو دیدیم دوباره همونجا استارت شده، طلا 1948-50 دلار بود، دوباره هم زیر 2000 دلار جا خوش میکنه و ببینیم حالا چه خواهد شد. نفتم 72 نفتم نگاه کنیم. این جریان هم میگم والکار چاینیزه، یعنی اون چاینیز هست که قیمت نفت الان تابع اینه که چاینیزا دارن تقاضاشون مثل قبل یا داره کمتر میشه. به نظر میاد داره کمتر میشه، یعنی شما ببینی فقط آمریکاست که اینو یه بار دیگه بگم چه 5 هفته 2 تریلیون دلار رفت بالا S&P 500. تمام اقتصاد اون کشور رو با هم بزنین 2 تریلیون مارکتشون نیست. مارکت چین خیلی مارکت کوچیه، استاک مارکتش. بعدش دلار امروز قوی تر بود، فورن اکسچنج اگه اینا کنی امروز دلار این مقدار اف اکس رو بزنین اون دلار من اینجا نمیتونم بزنم اونجا دلار فرمز یعنی قوی تر شد و به خاطر اینکه اطلاعاتی که داره میاد، اخباری که از دلار میاد بیرون مثبت با توجه به اینکه رقیبی دیگه نداره، دلار رقیبی به اون صورت دیگه نداره. یه دلار آمریکا هم برای اونه که کانادا هستن من اونو نمیبینم، باید این بری کنیم من دلار کانادا رو عکس رو باید این برتر میزنیم من ببینم دلار کانادا رو. برجت الان تقریبا زیاد حرکتی نکرد چون اون عکس روش افتاده و 1.32 دلار یه دلار آمریکا. بریم کانادا ورکیشن تا بسون دلارتون خیلی خوب چیز میخره. بعد دلار بریتیش پاند رو یاد کنین چون بریتیش پاند
بالاترین قیمتش رو علیه ین زد ولی 40 سال اخیر و بریتیش پاوند رو ببینید 1.27 دلار، یعنی درست دلار کانادا و آمریکا و بریتیش پاوند رو کنین دلار وسطشه، یعنی از این ور اون ور و اجل الان زمان دلاره دیگه، اینطوری براتون میگم الان دلار قوی ترینه ولی هر پول دیگه ای برجد. شما اگر بتونید تو آمریکا بیت کوین هم بگم و بالا بیسه، این بیت کوین یه کریزی دیگه 9% هم بالا 2300 دلار. چون به خاطر اینکه این بیانسه هستش که اینا داشتن سو میشدن به SEC و همچنین کمپانی جدید اومدن گفتن ما مثلا بلیت میخواین شما بخرید برید بسکتبال میتونین این کریپتو رو استفاده کنید، هر چقدر کمپانی ها بیشتر این رو استفاده کنن چی میشه؟ این قیمتش بهتر میشه. ولی به طور کل برای اشخاص معمولی که اگه هستین که تو این کار نیستین، اینا خطرناکن. بالا پایین رفتنشون این یویوی احساساتی که با وجود میارن برای خیلی ها درست نیست. و عجب دلار الان بازی خوب با دلار. و شما در حال حاضر در آمریکا اگر کاری بکنید که رشد پولیتون دلاری باشه و درآمدی که میگیرین دلاری باشه و افزایشی باشه، شما برنده این، یعنی تو نه برنده فقط مالی، برنده روحی هم هستین، به خاطر اینکه روح شما خدچه بهش نمیخوره، نگران نیستین چه اتفاق امروز افتاد. برای همین و در حال حاضر یکی بهترین کمپانی دنیا که اسمش هم ایرانی ها همه باش آشنایی دارن 25% بله 25% بله ما در آفیس ما این هست به شما بونس سود ویژه میدن، از همه اولی هم که برید اون به حسابتون اضافه میکنن به عنوان یک نوع منبع درآمد اینکام ولیو، نه که 25% بهتون بدن بگین خداحافظ. شما اونجا یه سیستم داره که 25% خود شما اضافه میشه که احسان یک نمونه بسیار عالی درست کرده که بله لذت ببرید نیاش کنید. شما بگید مثالتون چی هستش که متوجه شدم. من چیزی که آماده کردم براتون به طور کل این حساب رو ما میتونیم برای برنامه‌ریزی‌های مختلف استفاده کنیم، برای آیرا، برای 401k rollover، برای پول معمولی، انواع و اقسام حساب‌های بازنشستگی مختلف. به همین جهت هر کدوم از شما عزیزان این پولا رو دارید میتونید از این حساب بهره برداری کنید، به خصوص حساب‌های بازنشستگیتون، چرا که اونا تکسبلن و شما احتمال خیلی کم اونها رو یک جا کش بکنید در طول زندگانیتون، اگر که مبالغش بالا باشه بدون شک منجر به مالیات بسیار زیادی میشه. ما هم تو این سالهایی که این کار رو انجام میدیم به ندرت واقعا شاید 1 در 100,000 نفر اتفاق میفته که آیرا 401k retirement accountش رو نقد بکنه. اکثر افراد به دنبال بهره برداری از حساب بازنشستگیشون هستن و این بهره برداری مهمترین ویژگیش میتونه گرفتن درآمد باشه، یعنی به تنهایی افزایش پول خب به زندگی شما کیفیتی رو اضافه نمیکنه، ولی اگر شما درآمد داشته باشید و بتونید در دوران بازنشستگی که دیگه کار نمیکنید از این پولا استفاده کنید، خب به هر حال میتونه بسیار برای شما مفید واقع بشه. حالا من این رو بر اساس یک ایلاستریشنیه که یک شخصی که 500,000 دلار، مهم نیست که از ریتایرمنت اکاونت بیاد، مهم نیست که پول خودشون باشه، این رو قرار میدن یک شخص 65 ساله. حالا ارقام و اعداد رو شما میتونید بر اساس مقدار پولی که خودتون دارید تنظیم کنید، ولی ما این رو به طور مثال فقط داریم به شما نشون میدیم. میتونه دیزاین یا ساختارش برای افراد دیگه متفاوت باشه، اما برای یک شخصی که 65 ساله هست 500,000 دلار قرار بده، بلافاصله 25% بونسی که جناب طالبی فرمودن، یعنی 125,000 دلار بهشون اضافه میشه و اینکام بیسشون 625 هزار دلار آغاز میشه. ما توی این ایلاستریشن نشون داریم که این شخص در سن 70 سالگی شروع به برداشت درآمد بکنه و اگه ما نگاه کنی در ستون آخر این درآمد از 53,610 میتونه آغاز بشه و نزدیک به 5,000 دلار در ماه درآمد شما حالا یه مقدار کمتر شروع بشه. و به خاطر اینکه الان تورم بالاست و به نظر میرسه که در 10-15-20 سال آینده ما
دورانی رو که تورم بالا باشه رو بیشتر از دورانی که تورم پایین باشه تجربه خواهیم کرد. به همین جهت بسیاری از کمپانی ها در حسابایی که ارائه میدن میدونن که مردم دنبال حسابای افزایشی هستن. این پروموشن ها در حال حاضر وجود داره، اکانت هایی رو شما میتونید بگیرید که در اون درآمد شما سال به سال افزایش پیدا کنه و بتونید درآمد مادام رو ازش بگیرید. اگر نگاه کنید این شخص تا 95 سالگی قادر به گرفتن حدوداً 8 بالای 8 میلیون دلار از این برنامه هستش، منتها میگم کیس با کیس متفاوته، در ازای 500 هزار دلار که قرار داده. به خاطر اینکه درآمد افزایشی هستش، در یک جایی از مسیر شما اگر نگاه کنید کش ولیو شما صفر میشه، یعنی دیگر اون اصل پول یا اصل سرمایه تبدیل به اون درآمدها شده. ولی در زمانی که این اتفاق میفته شما اگر محاسبه بکنید تقریبا 1.5 برابر پولی که گذاشتید رو میگیرید و چیزی برای شما باقی مونده به عنوان یک چیز درآمد مادام العمر که اگر نگاه کنید در زمانهایی به بیش از 10,000 دلار در ماه میرسه. ما این ساختارا رو برای شما منیج میکنیم. اگر کسی درآمد افزایشی احتیاج نداشته باشه میتونه اجازه بده به حساب رشد بکنه و در صورت نیازش درآمد رو برداره و مجبور به برداشت درآمد نیستید. اگر که شما درآمدهای دیگر داشته باشید میتونید این حساب بگیرید و اگر ریتایرمنت اکاونتتون باشه در سن 73 سالگی میتونید فقط و فقط آرمدی رو برداشت کنید. بونس ها و تمام رشد هایی که در طی سالیانی که دارید حساب رشد میدید و در سالهایی که آرمدی رو برداشت میکنید، اینها همه و همه به دث بنفیت شما اضافه میشه. خیلی ها این ساختار رو استفاده میکنن برای اینکه پولشون رو محافظت کنن، ریکوایرمنت آرمدی رو برداشت بکنن و بعد از خودشون این رو به همسرشون، اکثر مواقع به خانومشون منتقل کنن، یک دث بنفیت قابل توجه که به شما به آخر عمر این امنیت رو میده که بعد از شما بازمانده شما که در اکثر مواقع خانوم هستن یا حالا افراد دیگری که به عنوان بنفیشی شما بتونن این درآمدها رو بگیرن و زندگیشون پس از فوت عزیزشون به بهترین شکل سپری بشه. اینا نکاتی بود که تا حالا میخوای از این بیاد بیرون. نه 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 همه چی بمونی باشید. دست چپ به راست ما شروع میکنیم که ستون به ستون رو متوجه بشین. اون سال اول که سال صفر همونجا نوشتهش 500 هزار دلار این شخص در 65 سالگی، مهم نیست خانمی آقا، این شخص 500 هزار دلار میذاره. پس ستون اول و دوم سن و ساله، سال و سنه، من بگیم سال و سن، سال یک 65 تا 66 سالگی. من اینجا فرض اینه که آقا 500 تمیزه دیگه اضافه هم نمیتونیم بکنم، این 500 هزار دلار گذاشتن دیگه اضافه نشد. بعد میدیم که با جعبه بعدی که نوشته اون بهره ها رو درصدها رو نوشته. اینجا آقا احسان شاخص هایی که انتخاب کرده یه طوری هستن که دو سال به دو سال این شاخص ها رشد میپردازن، یعنی فرضاً این شاخص در آخر دو سال 25 مایز 87 درصد فرض برای اینی که بالا رفته بالا بره که اعداد بعدی رو شما ببینید. حالا این شخص در این مجا این میگه که برای من ارزش حسابم بیشتر مهم نیست تا درآمد، من درآمد میخوام یا اتفاقی برای من افتاد خانم و بچه هم بتونن یه پول خوبی داشته باشن، چون من دیگه بیمه هم نمیتونن بگیرن، بعضی نمیتونن دیگه بیمه اون بگیرن سلامتیشون بر دلیلی، چون آقا درآمد میخواد، برش درآمد مهمه. میگه اون ستون بعد از این 25 درصد نگاه کنین نمیشه 12 مایز 94 که نصف اونه. میگه از این درشتی که من کردم نصف شد اصل خود پول من بره بالاتر، که دیدین که اونجا نوشته کش ولی شده 564 هزار تا، کمون 25 درصده، این ارزش حساب شماست 564. بعد ستون بعدی اگه بخواد بیاد بیرون بعد اگه نوشته MVA Market Value Adjustment یه مقدار توضیحش اگه خواستیم براتون توضیح خواهم داد، ولی این فقط نشون میده شما ارزش حسابه. ولی حالا ستون سوم از دست راست رو نگاه کنید،
اون 25% ستون سوار درصد نمیشه 64.69%. ببینید 64.69% ستون سوم از دست راست. اوکی این چجوریه؟ این 2.5 برابر اون 25% است. یعنی در سال دوم، آخر سال دوم، این شخص به اساس 625 هزار دلار 64% رفته بالا. یعنی این 1,029,000 دلار این شخص فوت بکنه، خدای نکرده، وارثینش نمیتونن بگیرن، مادامی که تو 5 سال برش دارن، نمیتونن لامسان برش دارن، ولی بیشتر از 2 برابر شد تو 2 سال، 500 تا شد 1,029,000. شما کجا بخواهید اینوست کنید که ارزشش برای بنفیشیاری شما بدین ترتیب 2 برابر شد؟ بعد حالا بر اساس این شاخصایی که انتخاب شده، حالا این پول میره بالا. چیزی که اصلا گفت خیلی جالب بود، فرض کنید که آقا میگه من نمیخوام درآمد بردارم، نمیخوام 53,000 تومان لازم ندارم. اگه این پول بر نداره، اون ستون دوم از دست راست که نوشته protected income value، protected یعنی همون گارانتی، یعنی هیچی بهش اتفاق نمیفته، محافظت شده، اون 1,191,000 که شد 1,400,000، اگر این درآمد رو بر نداره، اون بیشتر 2-2.5 میلیون دلار خواهد شد. یعنی شما یه طوری دارین برای فرزندان خانواده یک نوع ارث میذارین که نه روش مالیات دادین، رو رشدش تنانینان گرفتین و خیلی استفاده میکنن برای که برای نبشون بچهشون چی بذارن. یا میگی نه من میخوام خودخواه باشم، درآمد بردارم. اگر درآمد بردارین، اون درآمد افزایشی یادتون باشه که 6 سال اول شما مایت نبرداشتین. یعنی شما میگی من 500 تا برداشتم، هنوز 107 هزار دلار در سال دارم میگیرم که شد 150 هزار یا 12 هزار دلار در ماه، و شد 15 هزار دلار در ماه، شد 20 هزار دلار در ماه. یعنی شما نه تنها پولتون رو برداشتین، اصل پولتون رو، همون بعد که برداشتین تو 5 سال بعدش تقریبا 1,000,000 دلار یه برداشتین، نه هم اصل پول برداشتین و اون درآمد ادامه پیدا خواهد کرد، تضمین شده، ممکنه بالا نره، ولی ممکنه اصلا بازار بالا نره، درآمد هم بالا نمیره، ولی شما هیچ پولی ندارید، 0 دلار تو حساب هست، شما 20,000 دلار درآمد دارین میگیرین. اگه شما سال 80 سالگی نگاه کنید، 80 سالگی شما نگاه کنید، هیچ پولی اونجا دیگه نیست، ولی شما سال 63,000 دلار، سال بعدش 223,000 دلار. بعد شما اگه بتون بپرسن چقدر پول تو سرمایه‌ته، میگی چی؟ ولی این درآمد من دارم میگیرم. اشخاصی که سلامتیشون خوبه، مادر پدرشون روحشون شاد، اگه اصلا هم روحشون شاد، که مثلا شاید 85-90 سالگی زندگی کنن که زیاد نیست دیگه این دوران، همین که درآمد میگیرن. یا میچه بگی من درآمد نمیخوام بردارم، میخوام برای عزیزانم بذارم. این نکته جالب بود بهتون بگم. بله برگردیم. بله بله بسیار عالی. بعد بفهمید میشتم این سلیم دارو؟ بله بله، تصویر برگشتش. بله 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 اوکی. بعد ناکنید میگم این برنامه ها برنامه هایی هستن که هدف، چند تا هدف اصلی داره. یکیش اینه که واقعا هیچ ریسکی درشون نیست، چون اینا گارانتی میشن توسط کمپانی بیمه، و خب ما به ندرت واقعا کیسی رو داشتیم که کسی حالا ناراضی باشه. واقعا اکثر افراد به خصوص در سال گذشته راضی بودن از این حسابا. برخی اوقات افراد فقط مثلا شرایطشون تغییر میکنه، و برای اونم راهکاری هستش که میتونید استفاده بکنید برای اینکه حساب رو به بهترین شکل در جهت بنفیت های خودتون حرکت بدید. نکته بعدی درآمد مادام العمر که این حسابا میدن. شما پنشنتون، فاروبانکیتون یا حساب که تو بانکی دارین، به هر حال برای این که بخواین یک بهره به شما بده، باید یک کاری بکنید، چون خود پول رو اگر بخواید مصرف کنید و خرج کنید، به هر حال اگر دراز مدت زندگی کنید یه روزی تموم میشه، و این راهکاری نیستش. اکثر مواقع هم سرمایه گذاری کرده همراه با ریسکه، به همین جهت اکثر افراد سرمایه گذاری نمی کنن، چون که نمی خوان ریسک بکنن. چرا؟ چون که نگرانن که برای اصل پولشون اتفاق بیفته. توی این حساب ها خب اصل پول شما گارانتی هستش و اینشورنس داره، و از هر گونه اینشورنس دیگه ای
که آفر داده میشه توسط کمپانی های دیگه یا توسط investment companies، نه insurance companies، بهتره از جهت اینکه بر اساس قوانین اینشورنس هستش. و رشدی که میتونه بکنه در دورانی که بهش میگن accumulation phase، دوران رشد، میتونه با توجه به رشد بازار باشه بدون ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام. یعنی شما رشدتون با بازار سهامه، ریسکتون اصل پولتون گارانتیه. و این یک کامبینیشنی یا یه محصولیه که به شدت قابل توجه قرار گرفته، مخصوصا از ابتدای سال 2022 ما حجم پولی که وارد این حسابا داره میشه در سرتاسر آمریکا، به خصوص توسط افرادی که ریتایرمنت اکاونت دارن یا یه حسابی پسندازی دارن برای بازنشستگیشون، از سمت این افراد بیشتر مشاهده شده. شاید میلیاردها دلار انتقال رو ما از بازار سهام به این حسابا بودیم، به خاطر اینکه دلیل اصلیش اینه که افراد در این حسابا اصل پولشون گارانتیه و دیگه شخص افرادی که 60 70 80 سالشونه دیگه خسته شدن از اینکه هر 10 سال یه بار با یه کرش بازار سهام آنچه که دارن نصف شه و حالا دوباره باید کلی سال صبر بکنن تا بازار برگرده. اگه دارن تو اون سالایی که این کرش ها اتفاق میفته از حساب شون استفاده میکنن، یه درآمدی بهشون میده، این کرش ها و برداشت ها و هزینه ها همه و همه دست به دست هم میدن تا یک روزی اون پولی که در حسابشون بوده تموم بشه و هیچ گونه درآمدی دیگه پس از تموم شدن پول ادامه نداشته باشه. این یکی از مهمترین کرایسیس های بازنشستگی که در حال حاضر در آمریکا وجود داره و اون هم ریسک دراز مدت زندگی کردن و ریسک اوتلیف کردن منابع مالیتون، که اگر دراز مدت اتفاق بیفته زندگانی و برنامه ریزی براش نباشه، میتونه یکی هم بزرگترین معضلاتی باشه که در حال حاضر مردم دارن باش دست و پنجه نرم کنن. دقیقا این نکته ای که به نظر من به اضافه حرف اضافی که احسان زد اینه که شما وقتی که خلاصه سن یه چیز هم یه سن شوخی نیست، شما مثلا بعد از 65 سالگی اگر آقای اسی تصویر شما رو عوض کنن، چون رو تصویر من هنوز اگر مثلا 65-66 سالگی شما خیالتون راحت باشه که یک درآمدی خواهید گرفت تا آخر عمر، خوشحالتر خواهید شد و خاطر حفاظت جامعه که بشن سوشال سیکیوریتی، حفاظت جامعه. حالا سوشال سیکیوریتی مثلا میره بالا مثلا 30 دلار 40 دلار در ماه میره بالا. یادتون اصلا اون ستون رو داشتم نشون میدادم که نوشته بود 64% شده بود برای دو سال، چون 2.5 برابر اون رشد بازار بود که تو دو سال 24% بود. بهتون بعد شما میدینی اگه اتفاق بیافته که در طول زندگانی هر کسی اتفاق خواهد افتاد، شما درآمدتون 64.5% میرفت بالا. یعنی فرضاً 10,000 دلار در ماه میگرفتیم میشه 16,400 دلار در ماه. این مهمه. حالا شما تمام کمپانی، بیشتر کمپانی ها در تمامشون، شما باید صبر کنید تا اون نقطه ای که میگم پوینت تو پوینت، مثلا شما اول جون تا آخر جون، تا اول جون سال دیگه وسطش کاری نمیتونید بکنید. ولی این حساب شما میگه الان بگی آه 15% رفته بالا، همین برای من بسه، هر درصدی رفته اونو قفل کن برای من. شما دیگه میتونید این وسط راه هم برای خودتون نگه دارین و سال بعد یعنی انیورساریتون میشد هم پولی که خانوادتون میرسید 2.5 برابر این 15% میرفت بالا و هم اگه درآمد میگرفتین 2.5 برابر 15% میرفت بالا. این باور نکردنیه چیزی که من به شما گفتم و یه واقعیته. شما اگه فقط یک بار این دو سال خوب انجام بشه، یه بار مثلا میگیم 10 تا 2 ساله تو زندگیتون باشه یه دونش خوب انجام بشه، درآمد شما اگه بره بالا دیگه پایین نمیاد. مثلا موازی که الان ما گفتیم این آقا مثلا 1,000 دلار درآمد داشت میگرفت شده 1,640 دلار، حالا اون دیگه اون پایین نمیاد، اون درآمد وقتی میره بالا همونجا خواهد ماند. هر اتفاقی به بازار بیفته اون درآمد تضمین شده مادام العمر اونجا خواهد ماند. من دوست دارم این برنامه زنده است. 310 205 9000 با یه تلفن نشون، این هم تلفن آفیس ماست،
310-205-9300-9000 هم تلفن دفتر ماست، هم تلفنی که الان میتونید زنگ بزنید اگه سوالی دارین. ایمان جان هم اینجا هست، سوالتون میتونه بپرسید، خودتون میتونید بیان رو خط سوالتون رو بپرسید اگه سوالی دارین. 310-205-9000. من واقعا میخوام بدونم شما در این چیز منفی میدونین؟ حتی بذار اینو براتون شیرین ترش بکنم. هیچ فی از و شیر بر... هیچ فی نداره. نه سالانه باید یه فی بپردازین، در حال حاضر من دارم میگم، نه فی میپردازین، نه هزینه ای داره. تمام این رایدرها یا اون اضافه ای که شما در مورد تضمین شده مادام اون پرینسیپالتون گارانتی، برای اونم چارج نمیدین. و در حال حاضر این شاخص هایی هم که انتخاب شد براتون، شما برای اونم فی نمیدین. این ابسولوت هیچ فی نمیدین، 25% اضافه میگیرین. تا این 25% هست و تا اینکه این شاخص ها در این که میرن بالا این انجام بدین. چون سال دیگه این وقت شما بیان مثلا بشین میگه بازار حرکتش رو دیگه کرده، نه اینکه خوب نیست، ولی الانه که فرق بزرگی میکنه. اون 64% که دیدین فرضش برای این بودش که این بازار همچین پتانسیلی داره. حالا اگر بتونه از آنجان این نشون بده، این شخص 500,000 دلاری که الان نشون داد، اگر این کار 2005 کرده بود، شما بگه اگه قبلا کرده بود تا حالا چه اتفاقی میافتاد؟ از اون میتونید تشخیص بدین در آینده چه اتفاقی میتونه بیفته. یعنی اولا یه راهی است که قبلا طی شده. مثلا اینجا اگه این شخص 2005 دوباره از چپ به راست ستون اول اون زمان رو نشون میده، ستون دوم سن و سال رو نشون میده، سال و سن رو نشون میده، اون سال اون سن. اما 500 تا گذشته بود، یادتون با شما 2008 داشتیم اینجا که بدترین بود، بدترین سال بود. یعنی با توجه که حتی 2008 بوده این پاله اینطوری انجام داده، اون اما 500 تا گذشته بود. در 70 سالگی سالی 40,000 دلار درآمد میگرفت، بعد شد میشه بعد شد 5,000 دلار در ماه 60,000. در حال حاضر اگه این قایل حساب داشت بیشتر از 20,000 دلار در ماه یا 227,000 دلار میگرفت. من سکوت میکنم. یعنی پارسال و امسال تو اون دو سال تمام پول 500 تایی گذاشت گرفت، یعنی 20,000 دلار در ما داره میگیره که اگه لانگ ترم کر احتیاج داشته باشه میشه 40,000 دلار. شما اینوستمنتی کردین که 500,000 دلار هرچی خریدین که 20,000 دلار در ما بهتون بده، تا آخر اون حد دقل اینو خواهد ده و ممکنه بشه 300,000 دلار. من میگه اصلا واضح حرکت هم نکنه، اون 227,000 دلار حد دقل این آقا تا آخر اون داره میگیره. فقط 82 سالشینه. الان 85 تا 95 خیلی انسان تا اون ده زندگی میکنن. و ببینید خودتون ببینید این نمیارزه که آقا 500 تا گذاشت. مایی 3500 دلار شروع کرد به 20,000 دلار رسیده. در ماه دارم میگم 3500 زره 12 تا همیشه 42,000 دلار، 20,000 تا هم زره 12 میشه 240,000 تا در سال. ببینید حالا اگه لانگ ترم که احتیاج داشته باشه اون 20,000 تا میشه چقدر؟ 40,000 دلار. دو برابر میشه. حتی دیگه پولی هم تو حساب نیست، داره اون درآمدهای 3 سال آخر یا آبی بکنید 3 سال آخر درآمدها نوشته لایف تایم، درسته تا آخر عمر. این درآمد سالانه است که میگیره. حالا میتونست به این درآمدا رو نمیخوام بذاره اون ستون دوم از دست راست که به فرزندانش برسه، اگه اون برنامه‌ریزی شد الان 2-3 میلیون دلار شده بود 500 تا، شاید بیشتر. میتونیم برای شما اینو درست کنیم، زنگ بزنید دفتر ما بگیم ما چطور. آره بدون شک تماس بگیرید، به خاطر اینکه خب میگم اول اینکه مهمه کدوم استیت هستید. برخی از این ویژگی ها ممکنه تو یه سری استیت ها، تعدادشون خیلی کمه ولی وجود ندارن. بعد ما هر ایلاستریشن رو برای خودتون بر اساس سنتون، بر اساس اون ابجکتیوتون باید طراحی کنیم، براتون بفرستیم. دقیقا متوجه خواهید شد که برای شما به چه شکل. اینو فقط به عنوان یه مثال به شما داریم نشون میدیم، یه ایدیایی رو بهتون بدیم. همیشه این چیزایی که ما بهتون میگیم و با اون چیزی که الان خودتون دارید انجام میدید مقایسه کنید و ببینید الان که اون کاری که الان دارید میکنید چه کاری برای شما داره میکنه، چه ریسکایی درش هست، بدترین حالت چیه درش. مثلا خیلی از اینوستمنت ها بدترین حالتش اینه که کل پولتون از دست بدید. در اینجا اصل پولتون گارانتیه. بدترین حالتش اینه که همین پولی که هستش وجود داشته باشه، یعنی 100% اصل پولتون گارانتی باشه. یعنی ورست کیس سناریوش اینه که کاملا این چیزی که گذاشتید در سر جای خودش باشه و درآمد بگیرید. حالا بیس کیس سناریو و اون چیزی که ما هیچ وقت در موردش صحبت نمی‌کنیم، ولی ما اون چیزی که ارائه میدیم یا اون چیزی که در موردش صحبت می‌کنیم همیشه
یک چیزی که به واقعیت نزدیکتر، یک چیز متوسطیه که انتظار میره در آینده اتفاق بیفته و بر اساس اون با شما میریم جلو، حالا اگر بهتر باشه. ولی اکثر افراد وقتی ما باهاشون صحبت میکنیم، وقتی مقایسه میکنیم برنامه‌ای که در حال حاضر دارن و آنچه که ما بهشون پیشنهاد میکنیم، اصولا اون ویژگی ها و مراحلی، یعنی اون اتفاقاتی که براشون با حسابی که ما پیشنهاد میکنیم میفته، به مراتب بهتر از آنچه هستش که در حال حاضر دارن. حالا 2005 فکر کنید شما الان 2005 ششتون رو ببندیم، میگه الان 2005 بود، خیلی هم یادشون میاد. من دفتر بیولی هیلز بودم یادم هست و خیلی هم میمدن تو بازار سام، تو مستقلات. به این فکر کنید شما خودتون یه کسی میشناسید که اون زمان $500,000 داشته، ساختمون خرید یا یه رفت پولش با چند برابر شد یا پولش از دست داد. حالا مهم نیست چند برابر شده یا از دست داده، ولی به این فکر کنید اگه اون شخص الان میگو من با این $20,000 در ما دارم میگیرم برای اون کاری که 2005 کردم، چون نمیگفتی آفرین؟ بهش میگو آفرین، جدی میگی؟ 500 تا اینجا بودش الان $20,000 رو بهت میده. میگم 500 تا چقدر شده؟ نه، میگم 500 تا رو برداشتم. بسوز این که برداشتم این $20,000 رو در ما دارم میگیرم. میگه آخه یعنی چی؟ تو پولتو برداشتی مثلا میری بانک پولتون رو برمیداری به شما درآمد میدن؟ نه، میگم برداشتین رفتین، اینجا برداشتین رفتین، ما $20,000 تنو داریم میگیریم. این واقعیت، این نه من دارم اغراق میکنم در این صحبت، این واقعیت است و این جادوی مهندسی مالی تو آمریکاست. شما فکر میکنید مثلا میگن AI اومده نه کامپیوتر خوب شدن، خب خودتون نگاه کنید فاینانشالی چه کاری آمریکا داره میکنه. این حساب تو آمریکاست، باید سیزن باشین یا گرین کارت داشته باشین. خود آلمان که این کمپانی از اونجا شروع شد اینو ندارن. اینکه تو این کشور هستی هم طوری که پریوه استفاده میکنی، از این حساب استفاده کنید. حالا این برای کی خوبه؟ شما اگر برای دولت کار میکنید، ایالت کار میکنید، سیدی کار میکنید، یه قانون اومده که 59.5 سال به بالا هستین، اون 401k میتونید رول اوور کنید. برای هر کسی که 401k داره و میتونه رول اوور کنه، یا 401k داشته گذاشته تو آیرا که یک چیز گمگشته است، یا میره بالا میاد پایین، هدف نگاه میکنین این یه خبری هست که نمیدین باید چجوری عکس‌العمل نشون بدین. نامبر وان بر اون اشخاصه، اشخاصی که این 401k دارن میتونن رول اوور کنن، یا رول اوور کردن توی آیرا، یه ساک بروکر تو بانک بهشون گفته به اینه و خرونه و خر و دیده چرا حسابشون داره مده پایین. الان بازار برگشته، من بعضی فرماکرین هنوز اینو بر نگشتم بالا، یعنی هرچی که تو بانک خریدن یا میوچوال فان خریدن. بعد شما باید به این فکر کنید، شما مثلا 80 سالتون شده، 85 سالتون شده که نمیخواید فکر کنید الان بازار چیه، میخواید درآمد بگیرید. به درآمد فکر کنید. اشخاصی که به درآمد فکر میکنن از نظر مالی فاینانشال هپینس یا خوشحالی مالیشون بیشتره، خیالشون راحت تره. به درآمد فکر کنید. به اون شخصی 500 تا گذاشت الان داره $20,000 در ما میگیره. من فکر نکنم هیچ مستقلاتی شما میتونید بخرید، یا طلا یا نقره یا زمرد، هر چیزی بخرید بتونید بیشتر $20,000 میتونید ازش درآمد بردارید. این حساب بله در آفیس ما هست، بله ما این انجام میدیم. فقط یادتون باشه این صحبتی که من میکنم فرصت استثنائیه، یک بار در یک نسله، واقعا هست. این امسال به نظر من اشخاصی که از این استفاده میکنن، یه دختر خانم 32 ساله، باباش یه پول داده بودن، خانواده یه ستا بود بهشون دادن، 32 سالشونه. من بهش نشون دارم این دختر وقتی 60 سالش میشه با اون ستا میتونه $10,000 در ماه بگیره. حالا گفتم اینو بگی برای خودت، بس اصلا فکر نکنی داری، ولی به اون فکر کن زمانی که 60 سالت شد تا آخر عمرت حداقل $10,000 در ماه داری میگیری و خودش هم خیلی خوشش اومد. یه امتحانی هست بهش میگن مارشملو تست. مارشملو یعنی سفید هست که کبابی میذارن توی آتش میخورن. بچه ها رو میارن میگن که این مارشملو مال تو، ولی اگه سب کنی من برم برگردم دو تا مارشملو میگیری، خوشمزه تر از این. میرن برمیگردن بیشتر بچه ها اینو خوردن تا یارو میره میخورن، به خاطر اینکه اون ایمیدیت پلژر، اون لذت همون الان میخوان، که خیلی اشخاص اون لذت الان میخوان، بعضی از اشخاص هنوز هم اینطوری هستن که حالا بعد خوبیشو نمیگم.
15% بچه ها صبر کردن که موقع برگرده دوتا بگیرن که بهش میگن لذت تعویق شده یا لذت آنی. اونایی که بچه که صبر کردن SAT تستشون، دانشگاه تستشون، تمامشون بسیار بهتر از اون بودن اونایی که اول خوردن. این برای همین خوبه که شما اینو بذارین بکارین و اون شخ بذارین بعدن، یا حتی اون اولش درآمد بردارین. تو این حساب شما بعد از یک سال میتونید درآمد بردارین، یه سال یه روز بعد میتونید درآمد بردارین، یا هر وقت خاصی میتونید درآمد بردارین. بسیاری به خودتون داره، بهش میگن benefit control. کنترل دست شما، پشت فرمون دست خودته، فرمون دست خودتونه. من خواستم اینو اضافه کنم، تلفن ما 310-205-9000 این برنامه زنده است. اگه خواستم میگید زنگ بزنید، سوالی دارین در خدمت. حتما، آره حتما تماس بگیرید. بعد ما به جز اون که میتونیم در زمینه این ساختار درآمدی به شما کمک بکنیم، قابلیت اینو داریم که کل وضعیت مالی شما رو یک بازنگری بکنیم، جاهایی که جای پیشرفت داره رو بهتون پیشنهاد بکنیم، جاهایی که خوب دارید انجام میدید رو بهتون کمک بکنیم، یه سکند اپینینی به طور کل در ارتباط با وضعیت زندگانیتون میتونید دریافت بکنید. یعنی فکر نکنید که اینجا ما ساختاری که داریم به این شکل هستش که شما با ما تنها یک حساب انجام بدید و به همون ختم بشه. ما برنامه ریزی های مالی متفاوت انجام میدیم. یکی از بزرگترین کارهایی که یه درصد بزرگی از بزنس ما هستش این هستش که ما برنامه ریزی برای کمپانی های آدم هایی که کمپانی خودشون دارن، برنامه ریزی مالیاتی که جناب طالبی تخصص در این زمینه دارن و بهش میگن برنامه ریزی پیشرفته مالیاتی، که ما به small business ها میتونیم کمک بکنیم تا مالیاتشون رو به شکل قابل توجهی، اگر که واقعا وقتش رو بذارید در این مورد این مسائل یاد بگیرید، به شکل قابل توجهی درآمدشون رو کاهش بدن. ما کاره استیت پلنینگ میتونیم براتون کمکتون کنیم. اگر افراد استیت بزرگی دارن و نگرانن از مالیات، از مسائل متفاوتی که جهت پروتکشن و پلنینگ وجود داره، میتونید با ما تماس بگیرید. یعنی داشتن اکسس به تیم ما به هر حال برای شما میتونه همیشه به عنوان یک مرجعی که همیشه میتونید باهاش صحبت بکنید و در مورد مسائل مختلف زندگیتون باهاش مشورت بکنید. داشتن یک حساب با ما به شما این امتیازات رو میده و میتونید از تیم ما استفاده بکنید. ما همچنین بک آفیس های متفاوتی داریم در زمینه‌های مختلف، در زمینه کیس دیزاین، مارکت دیولپمنت، ریسرچ اند دیولپمنت و مسائلی که در دفتر ما آپدیت میشه روزانه، مسائل روز دنیاست و ساختاری که در دفتر ما وجود داره بهترین و به قول معروف کاتینگ ایج یا آپ تو دیت ترین استراتژیایی که استفاده میشه در حال حاضر، و خیالتون میتونه راحت باشه که همیشه هم از نظر قانونی، هم از نظر رگولیشن، هم از نظر استراتژی، هم از نظر ایده، همه چیز به روز و نوین و مرتب و منظمه. و خب اینا مسائل خوبیه که شما با یه دفتر برنامه‌ریزی مالی و Registered Investment Advisor کار کنید، اینا بهتون تعلق میگیره تا اینکه برید با یه ایجنت ساده‌ای که تجربه نداره. حالا نمیگم کارش بده، ولی به هر حال ما زحمت میکشیم و سرویس های بیشتری رو سعی میکنیم به شما ارائه بدیم تا شما با ما کار بکنید و بتونیم در خدمتتون باشیم، سرویس به شما ارائه بدیم و بهترین حساب ها رو براتون انتخاب بکنیم. نکته بسیار جالبی بود احسانی، من خب روش زدی تاکید کنم. شما فکر کنید ایکس یه برنامه که شما انجام میدید یا هر چی هست، شاید ببینید اگه این برنامه رو انجام میدید کی باش میاد، چه سرویسی باش میاد. تصویر اگر اون سرویسی که دفتر ما، یعنی با این حساب ما هم باش میایم. شما که این حساب از یه کانالی بگیرین که دیگه اصلا نبینیشون، ولی این حساب که الان داشت میگفت یک ارزش اضافه در اون هست که ما باش میایم، چون شما هر ساله میتونین راجع به مالیاتتون، راجع به بزنس های مختلفتون، راجع به کورپوریشن دارین، نوه جدید دارین، هر کاری میخواییم بکنیم راجع به فاینانشال ما میتونیم کمکتون کنیم. امروز صبح اتفاقی افتاد که سوالی که احسان کرد باید شد من به این فکر کنم. یه مشتری من دارم که سال هاست مشتری مونه و درآمد داره میگیرم، به همین روالی که گوه عرض کردم درآمد 1,000,000 دلار تو حسابشون گذاشته بودم،
تمام 75 در سال رو الان داشت میگرفت، البته کمتر بود اضافه شده. بعد گفتم من احتیاج ندارم این پولو، به نظر چیکار بکنم؟ بعد گفتم دختر چیزگاه دوتا نوه الان دارم و داشتیم سوال میکردیم، گفتم که خب بده میخوام به بچه، گفت دوستم به اونا بدم، میترسم اینا الان خراج هم هست دخترم و دامادم و اینا، ما سمی کاری کنم. بهش گفتم شما میتونید بردارید، آدم شخص سالمی هست، صبح شنا میکنه و من 69 سالشون هم هست. بهش گفتم تو این پولو میتونی بذاری با همین کمپانی که اینو داره، یه حساب دیگه هم داره یا چند کمپانی دیگه هم هستن که تو اینو بیمه عمر بذاری. گفت یعنی چی؟ گفتم تو این 70 تا درصدی که داری تقریبا اینجا برمیداری، از این جیب به جایی که بری بذاری تو بانک، تو همین کمپانی بذار تو حساب دیگه. و چی میشه؟ گفتم 2.5 میلیون دلار اضافه اگه فوت اتفاق بیفته از روز اول میدن. گفت یعنی چی؟ من 75,000 تا میدم، اگه ماه دیگه هم اتفاق بدم روز اول مدام 100 سال زندگی، 120 سال زندگی کنی، ولی هر وقت برد اتفاقی بیفته به هر دلیلی اون بچه ها 2.5 میلیون دلار میگه، هیچ مالیات هم نباید بدن. گفت یعنی چی؟ گفتم آره. گفتم بعد خودت هم پول میزه، از این ور میدهی حساب بزه این که بزنم به حساب خودت، تو ور میدهی میزدی تو این حساب بیمه عمرت. حالا چی شد؟ 1 میلیونت شد 3.5 میلیون. یعنی میگم بالونینگ دی بنفیت، یعنی با زیاد کردن منافع. 1 میلیون دث بنفیت داشتی، اون که ارزش اون حساب 1 میلیون بود، حالا شد 3.5 میلیون. ببین چقدر سرعت شما میتونید اون چیزی که به عزیزانتون میرسه اضافه کنید، به اینکه دوستشون ندارید ولی چه بهشون ندید. و اگه علاقه دارید که ایرانی هم این بچه و خانواده علاقه دارن، از این استفاده کنید. هر کسی که تو آمریکا زن بچه داره، خانواده داره، بزنس داره، دکتر مهندسه، اگه لایف اینشورنس نداره، بهترین بنفیتی که تو یونایتد استیتس آف امریکا سر دست داد، چون هیچ چیزی نیست که هیچ مالیاتی بهش تعلق نمیگیره، فقط دث بنفیته. شما 5 میلیون 10 میلیون دلار میتونید لایف اینشورنس بگیرین روش، اگه باید کوالیفای بشین، باید واجد شرایط باشین، باید فیزیکال پاس کنین، باید دی ام وی شما تیکت میکر زیاد نداشته باشین، خیلی چیزا رو میپرسن. ولی از این چیپ میذاریم اون چیپ چیکار کردین؟ ارزش حسابت اگه اینقدر داراییتون بود بیشترش کردین. حالا چرا این نقدینگی خوبه؟ مالیات به ارث بپردازه، زمان بده به بچه ها، مورگیج ها رو بپردازن. به این فکر که شما نباشین خوبی 3.5 میلیون داره بیاد که هیچ مالیاتی ندن، تمام مسائلشون رو حل میکنه. و با خیال راحت همیشه میگم پدر ما در آیت و تدبیری داشت که هیچ استرسی برای ما نیامد. من عرضی ندارم چون برنامه به آخر میرسه. آره ببینید، در مورد با این بیمه های عمر که جناب طالبی میگن، بسیار بسیار مهمه که اینا چجوری از روز اول برای شما دیزاین بشه. و بیمه اون محصول بسیار از نظر علم اکچوریال ساینس بسیار چیز برنامه ریزی پیچیده ای هستش و درکش خب به هر حال نیازمند تخصص خاصیه. یعنی برای اون ایجنتی که برای شما اینو دیزاین میکنه حتما باید درک درستی از ساختار بیمه داشته باشه، از آمار و ارقام داشته باشه. و اکثر وقتا شون افراد اگر تجربه بدی با بیمه عمر داشتن، بدون شک به خاطر بیمه عمر نبوده، به خاطر دیزاین بدی بوده که درش قرار گرفتن و به خاطر کسی بودی که باش کار کرد. چون این پالیسی ها یا بیمه های عمر به شدت یکی از بزرگترین قسمت های فایننس در آمریکاست. همیشه اکثر آدم های موفق و والفی در پورتفولیوشون بیمه عمر وجود داره و به شکل قابل توجهی میشه استفاده کرد ازشون، هم برای خودتون هم برای عزیزانتون. یعنی این بسیار مهمه، چون هم خیلی وقت داد، یعنی سالیان سال بیمه عمر فقط برای عزیزانتون بود، ولی الان برای خودتون هم میتونید بیمه عمر به خودتون میتونه کمک بکنه. از چه جهت؟ از این جهت که میتونید درش لانگ ترم کیر رو خریداری بکنید، یعنی در حقیقت با یک تیر دو نشون رو بزنید و این بسیار مهمه. ولی همونطور که آقای طالبی گفت، دریافت یک ریت خوب با یک کمپانی خوب دشواره. سلامتی شما مسلماً چک خواهد شد و کمپانی های خوب، کمپانی هایی که حساب های خوب دارن، حتی با سفت و سختی بیشتری شما رو قبول خواهند کرد. و به همین جهت بسیار خوبه که با ایجنتی که کار میکنید تخصصش این باشه. ما این تخصص رو داریم و روابط
و افرادی رو که بشناسه در اینداستری که بتونن دیلی که برای شما بهترین هست رو براتون به همراه بیارم. من دیگه صحبتی ندارم. شماره ما 310-205-9000 310-205-9000. امیدوارم که تماس بگیرید و در خدمت شما باشیم. خیلی ممنونم جناب طالبی. شما الان دو دقیقه گفتم وقت داریم، من فقط اضافه کنم چیزی که شما گفتین. موضوعی که شما میتونید همیشه سهام بخرید، مستقلات بخرید، یعنی نیستش که نتونید، ولی بیمه عمر میتونید از امسال بگیرید، ممکن سال دیگه این وقت نتونید بگیرید چون سلامتی دیگه مثل اول نیست. تا سالم هستید این کار انجام بدید و بهتون قول یه چی میدم، فرزندان شما دعاگوتون خواهند بود. البته بچه ایرانی با پدرمادرشون دوست هم موضوع پونی، ولی خودتون یه کاری کنی که برای اینا خوب باشه. شما هیچ چیزی نیست، هیچ چیزی تو دنیا نیست که مثل لایف اینشورنس شما میتونید $100,000 گذاشته مثلا $3,000,000. خب به محض این که اتفاقی به شما بیفته اون پول اونجا خواهد بود، حالا یه سال باشه مثلا، خدایی نکرده زودتر از این که فکر میکردید، یا اگه دیرتر از این که فکر میکردید یا بیشتر زندگی میکنید که خوبه. یه نکته هم که انسان من اضافه میکنم، میتونیم درآمد بدون مالیات بردارین از توش، هیچ مالیاتی نمیدیم، میگیم مثلا ماهانه اینقدر میخواه از این بردارم. ما با آخر برنامه رسیدیم. ممنونم. برای خودتون و فرزندانتون این کار رو انجام بدید که خانواده خیالتون راحت باشه. 310-205-9000 و ما الان در آفیس هستیم در خیلی چند خواستی زنی بزنید نسی جان. سپاس گذارم. خیلی ممنون آقای سی. متشکرم. زن زندگی آز بدید. قربان شما. مشتاقیم به اطلاع بینندگان عزیز تلویزیون پارس برسانیم که آنجلو طالبی و تیم بیورلی هیلز فاینانشال پلنرز هر سه‌شنبه از ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس علاوه بر تحلیل اوضاع اقتصادی آمریکا و جهان و راهکارهایی برای بهداشت مالی و خوشحالی بیشتر در خدمت شما عزیزان خواهند بود.